نشست های دکتر شاپور بختیار با شورای امنیت ملی در سال 57. مقصود این مسئله به اصطلاح به حالت عادی برگشتن وضعیت عمومی تلاش بشود که راهی پیدا بشود. من بود ارزشون بر کار دولت باید بکنیم. بله همین میخواستم. یه مسئله مهمتری باقی میماند که موضوع آمدن خمینی بود اون دفعه مطرح کرد. بله فعلا که بله نیست. حالا ما باید فرض بکنیم که آمد. منتها اولا من گمان نمی کنم بیاد. من گمان نمی کنم ایشون بیاد. ولی اگر که مسئله برای حکومت کردن در ایرانه این امکان پذیر نیست توان است. ولی اطلاع پیدا کردید بعد از یه ساعت اینجا ما رفتیم اطلاع پیدا کردید یه ساعت یه تلفن گرفتن که آقا میخواد بیاد امشب مثلا. وقت شما تلفن خواهید فرمود به حتما مثلا تیمسار مقدم به ماها که خب یه کاری بکنید. من گمان نمی کنم ایشون دوستان، خواهران و برادران عزیز، سلام بر شما. این بحث خلاصه ایست از نشست‌های دکتر شاپور بختیار با شورای امنیت ملی در سال 57 که از جمله اسناد مهم مربوط به انقلاب بزرگ ضد سلطنتی است. چند سال پیش نشست ایشان را با عمرای ارتش که اواخر دیماه سال 57 کمی قبل از خروج اعلی حضرت از ایران در شورای امنیت ملی برگزار شد منتشر نمودم. مقاله و ویدئوی مربوط به اون در سایت خودم www.hamnashinbahar.net در بخش غبارزدایی از آینه ها موجود است. ویدئوی مزبور با صدای حضار در یوتیوب هم هست با عنوان دکتر شاپور بختیار و روز ر به اضافه 1. مقاله و ویدئوی دیگری دارم با عنوان بختیار با اختیار و نامه‌هایش به خمینی. اشاره به 3 نامه است که ایشان برای آیت الله خمینی نوشته است. اولی به تاریخ 7 شهریور 1356 که از طریق آقای بنی صدر به ایشان رسانده است. دومین نامه موقعی فرستاده می شود که سید جلال تهرانی از طرف شورای سلطنت به پاریس رفت و اونجا استعفا داد. نامی مزبور توسط مهندس مرزبان به احمد خمینی داده می شود و به دست آیت الله خمینی می رسد. سومین نامه در رادیو خوانده شده و اطلاعات و کیهان هم انتشار دادند. مقاله و ویدئوی مزبور نیز در بخش غبارزدایی از آینه ها در سایت خودم همچنین در یوتیوب موجود است. بختیار با اختیار و نامه‌هایش به خمینی. برای آشنایی با این بحث که امروز عنوان می‌کنم، دو مورد فوق را چنانچه مایلید ببینید. دوستان دانشور و فرهنگ ورز، ما که شاه و
خمینی و بختیار را یا به عرش اعلا می بریم و در ماه می نشانیم، یا خودگویی و خودخندی به فرش کشیده جز نکبت و تباهی نمی بینیم، خوب است به جای بحث پیرامون دندانهای اسب آن را بشماریم. صحبت‌های رد و بدل شده در نشست‌های دکتر شاپور بختیار با فرماندهان ارتش و اون همه ذهنیت به راستی حیرت انگیز است و ما را به مکس می‌کشاند. توجه شما را به خلاصه‌ای از گفتگوها جلب می‌کنم. دکتر شاپور بختیار در نشستی که 28 دی ماه سال 57 در دفتر نخست وزیری برگزار شده، ضمن اشاره به راهپیمایی 40 که فردای اون روز برگزار میشد و بحث در مورد تظاهرات مردم در شهرهای مختلف، درباره کارکنان اعتصابی دولت میگویند اونها عده مفخور هستند که از صبح تا شام به خیابان‌ها می آیند. ایشان تصریح می کنند خمینی به این زودی‌ها به ایران باز نمی گردد، نمی تواند برگردد. در نشست دیگری که سه شنبه اول بهمن 57 برگزار شد، دکتر شاپور بختیار می گویند هر کس از جانب خمینی مسئولیت اجرایی بگیرد باید دستگیر و به دادگاه نظامی تحویل شود. اگر 4 دولت او را به رسمیت بشناسند کار ما تمام است. خمینی البته به این زوری ها به ایران باز نمی گردد، ولی اگر فرض کنیم بیاید، درخشندگی نخواهد داشت. او چنان که بگوید من رژیم سلطنتی را قبول ندارم، دولت را قبول ندارم، قانون اساسی را قبول ندارم، ما مطلقا نباید ساکت بنشینیم و باید عکس العمل نشان بدهیم. من همیشه گفتم یا نباید بزنیم و یا محکم بزنیم و فوری بزنیم و به حالت کودتای تکنیکی بزنیم. باید 300 یا 400 نفر افرادی را که سلسله جنبان هستند در ساعات نیمه شب دستگیر کنیم. اگر 2 وزارتخانه سقوط کند تمام دولت سقوط میکند، ولی اگر فرضاً 50 در جلوی 1 وزارتخانه کشته شوند، این حادثه در مقابل وزارتخانه دیگر تکرار نمیشود. ببینید اگر خمینی فردی را برای 1 وزارتخانه تعیین کرد، ما به کارکنان اون وزارتخانه بگوییم سر کار نروند. در همون نشست احمد میرفندرسکی وزیر خارجه وقت میگوید آقای بختیار، ما ساز خود را نباید روی سیم مواجهه کوک کنیم، چون به خودمون اصابت میکند. این موج قدرت عجیبی در اختیار دارد. به علاوه قوای ما در حدی نیست که در یک شب بتوانیم 300 نفر را مثلا دستگیر کنیم، به خصوص اون که افراد مورد نظر دائم جا عوض میکنن. مقصود این مسئله به اصطلاح به حالت عادی برگشتن وضعیت عمومی تلاش بشود که راهی پیدا بشود. من بود ارزشون بر کار دولت باید بکنه. بله همین میخواست. یه مسئله مهمتری باقی میماند که موضوع آمدن خمینی بود چون دفعه مطرح کرد. بله فعلا که بله نیست. حالا ما باید فرض بکنیم که آمد. منتها اولا من گمان نمی کنم بیاد. من گمان نمی کنم چون ولی اگر که مسئله برای حکومت کردن در ایرانه این امکان پذیر نیست. توان هست ولی اطلاع پیدا کردید بعد از یه ساعت از ما رفتیم اطلاع پیدا یه ساعت یه تلفن گفتن که آقا میخواد بیاد امشب مثلا، وقت شما تلفن خواهید فرمود به حتما مثلا تیمسار مقدم به ماها که خب یه کاری بکنید این میاد. نه چیکار کنید؟ در آمدن او محتمل هست. محتمل نیست. من گمان نمی کنم ایشون نمیدونم. نه صرف دونی که سوال من دیگه. من از هواپیما پایین
راه افتاد تو خیابون. تو گوی خر در جارجی بود. خیلی دنبالش راه افتاد برای از اینجا پیاده میرن. خب تمام این جمعیتی که تو عاشورا تاس برم همه دنبالش پیاده میرن. خب هر دو ماها بنده از کنم باز نمیرن. آیا از آمدن اون کمونیست ها و اونهایی که در زیر این پوسته هستن بهره برداری نخواهند کرد؟ دو سه روز ممکنه برای دو سه روز بعد سر مغزه استفاده از موفقیت. نه اگر که اون جه حالا در هر حال آقای نظریاتون به چون این تاکتیکشو میخواد با کمونیست های خود جدا کنه. یکی از شقوقش اینه که آقای میرفندرسکی فرمودن، یعنی به این معنا که ایشون بیاد و امام بیفته جلو و را بره و همین جمعیت یه میلیون جمعیت دنبالش باشه. این هم یه روز، این هم دو روز. بنده از نظر خودم و مملکت مسئله سیاسی شد در نظر. یعنی اگر ایشون بیاد و معارض دولت و معارض به اصطلاح حقانیت دولت مرکزی بشه، اون وقت باید باشه کرد. بنده جمعه کنم بود و نبودش برای ما بردیست. حالا مقصود این هست که نمیدونم تیمسال مقدم ممکنی سر نظر کنن که آمدن این رو آیا توأم با یک بلوا و یک به اصطلاح اختشاش و یک آشوب نمیدونم همون صحبت های قیام و مسلحانه و با اینها توأم میبینیم، یا نه خیر مثل همطور که مسافریست آمده است و خیلی مسلمان بار حرکت میکنه و اینا هم دنبالش راه میفتن و صلوات میفرستن مثلا یک کاری. در دولت قبلی راجع به آمدن ایشون بحثای مفصلی شد و یه طرحی تهیه شد و ابلاغ شد. اون طرح هنوز به قوت خودش باقی هست مگر اینکه خلاف شما ابلاغ بکنه. اون این است که نه در ورود در هر جایی ما دستگیرش بکنیم، یعنی ما نه کلیه سازمان های انتظامی و نیروهای مسلح مشترکاً در دستگیری او اقدام بکنند. در نشست دیگری که پنجم یا ششم بهمن 57 برگزار شده و قره‌باغی و ناصر مقدم و رحیمی و بعضی از اعضای کابینه حضور دارند، دکتر شاپور بختیار طرح روبودن هواپیمای حامل آیت الله خمینی توسط جنگنده های ارتش و بردن اون به جزیره کیش را پیشنهاد می کند و می گوید چند طرح دیگر هم دارم. شما اطلاع پیدا می کنید چه ساعتی حرکت می کند پاریس؟ خب دیگر یک سال بعد بقیه یه کشورهای مدوست هستند به ما. اجازه بیشن هم پاریس بلند شد. بله. اما پیماش ما باید ندونی چی. اگر 707 باشه 11 سال پرواز میکنه. پس میتونه. بره فرض کنید این تیاره. بره از جنوب برگره بیاد. فرقی نمی کنه. ما به اندازه کافی شکاری خیلی زیاد داریم شکاری. اینکه همه مجهز هستن و خلبان هم دل پوری دارن. اینکه ما میتونیم بگیریمش راحتی ببریمش به کیش. کیش هم باید بگیریم به چیش. بله تشکیلات اونجا شد مرتب باشه. مرتب میشه، مرتب میشه. آبشون ماشم دیگاهایی داره برقرار میکنه. اونجا میزنیم زمین در اون جزیره باشه. و از او رفت و مشتری ها در تهران. بله نه چیزا رفت تمام شد. راحت تمام را شما تمام شد کار. من صحبت دیگه میکنم. میماند تهران و استقبال کنندگان منتظرم چشم به آسمان. عرض کنم که می شود اولا یه مقداری گفت که این تیاره منحرف شده و اجازه نشستن نداره که چند ساعتی اصولا مردم در اونجا میمونن، خسته شدن و بعد میگن که این تیاره معلوم میشه که کجا رفته. خبرم میشه داد که عقب افتاده، بی آمده، نمیدونم چه شده از این چیزا. خلاصه یه مقداری که بیاین توی فرودگاه. نه پس فرودگاه بایستی کاملا نه. اگر اجازه مردم رو میگید، مردم به فرودگاه نباید بیان. بقیه یه ساتر ما همراهانشون هم
هم من گمان نمی کنم که او همراهان دیگه چارتر داره، اون با یه چارتر نه. خب اونا که با ایشون هستن تمامشون برای یه مدتی بایستی تحت قرنطینه باشن، اما اونجا اتاقای دیگری یه جای دیگری، خلاصه در یه جزیره که ارتباط آسان نباشه. اگه ارتباط باشه یه میشه. فقط مسئله که قربان از مرد داخل درمشه هواپیما ممکن با بیستی مخابره کنه به مثلا مدده به کجا؟ از این مبدأ از اونجا خبرش یعنی نه شما اونجا که بعد ایشون بهتر رو داره، ولی تیارهای چیز از اونجا که مبدأ ارتباط دارن تا یه جایی وقت قطع میکنن به اونجا که بخوان بیان رو چه داره میتونه به دنیا اعلام بله؟ میتونه به دنیا اعلام. تمام مسئله اینه که ایشون وقتی که نیاد رئاکسیون مردم چه خواهد شد؟ اینه مسئله. بنده میگم بدتر از اون که اگر میامد نمیشد، چون اگر بیاد تمام این تظاهرات اینها میشه، جمهوری اسلامی اعلام میشه، ما عکس العمل نشون خواهیم داد و تمام این گرفتاری‌ها یکی پشت از دیگری پشت سر دیگری خواهد. حالا چندین فرضیه دیگه هم دارم خیلی راحت باشه. یک راه دیگری هم هست که اجازه اصلا نشستن بهش داده نشه. پیشنهاد سفاق القدره هم که اینجا نیست، بستن فرودگاهی که بنده گفتی یادش کردم. چند روز میشه فرودگاه رو بست؟ هر دفعه ما شهری مخواد فرودگاه رو بله اون ساده ترین قربان من شخصا معتقدم بیاد دفعه پیشم خدمت نازم را میفته بره بهشت زهر هر کن میخواد بکن. وقتی جمهوری اسلامی اعلام کرد بالاخره اینجا نکن اونجا میکنه، اون وقت رویارویی دیگه، این رویارویی بذارید خب نشه دیگه. نه ببینید ما داریم الان یه اقدامی میکنیم که این اقدام توجیهش برای ما یه خیلی مشکل میشه، یعنی ما داریم همون کاری که با بنبلا کردن میکنیم، یعنی این رو هواپیما ربایی میکنیم. اینا باید از لحاظ به اصطلاح پسیکولوژیکی چه در داخل مملکت و چه در خارج توجیه بشه. اگر ببریمش کیش یک هواپیما رو بایی کردیم، اگر بگیم این آقا چون بر علیه قانون اساسی قیام کرده حق نداره به مملکت وارد بشه، این جراحیست، این جراحیست، ولی این تودهی که این تکون داده تکون میخوره بدون تردید، تظاهرات میشه، زد و خورد میشه، شاید همون اندازه زد و خورد بشه که اگه بیادم بگه بعد جمهوری اسلام اعلام کردم که کردی که کردی مواجه باش، در صورت ما رو گریز از مواجه با اون نیست به هیچ عنوان گریز نیست. ایشون روشن کرده است، ایشون آیت الله خمینی همین روزنامه امروز هم هست و کرارن هم راجع به حکومت اسلامی بحث کرده، گفته است که حکومت موقت به زودی تدوین قانون اساسی را آغاز خواهد کرد، یعنی رد کرده حکومت خامنه‌ای فعلی رو. بله پس فرض بر این میکنیم اون دو شقی که فرمودید که راه اول این است که میآید و کاری ندارد و مردم میروند به فرودگاه و دستش میبوسند و پاش میبوسند و بلد، اون نیست. چرا؟ بر این که از پیش آگهی کرده، اعلام کرده که من حکومت اسلامی میخوام و بعدم زمینه رو برای این کار فراهم میکنه، یعنی با این دلایل و قرائن شق دوم هست و بنابراین فرمایش جناب عالی هم در مورد روش دستگاه در مورد این آقا که منطبق با شق دومه منطبق بشه با دستورات قبلی دولت قبلی. برای این طور هست ما رو نمایی بفرمید. از کنم که بنده اطلاع از این جرایانی که در دولت قبلی بوده خوب نداشتم، نمیدونستم که لابد یه بررسی شده شما بودید دیگه در دولت بنده نه شخصا نبودم، نه دولت نکرده بود دستگاه امنیتی کرده بخیر دولت. دولت در شورای امنیت تصمیم گرفت و ابلاغ به ما ابلاغ به اتفاق میکنم. خیلی آمان وقت از نظر بین المللی بعدش، ولی این یک طوفانی شاید حتی از تمام دول دنیا سر ایران میرسه که آقا خب یه مردی آمده بود به مملکتش حقوق بشر نمیدنم فلان فلان. من معتقد باز هستم به چون که ایشون نمیاد،
من شخصا معتقدم. درسته که اینم برای پسیکولوژیش به شما میگم، من اطلاعات صحیح از زندگیش دارم، خیلی آدم با تقوایی است، این اطمینان داشته باشید که فوق العاده با تقواست. و الانم در پاریس و تیم سرم بدونن ایشون با همه اون 10-70 نفری که 60-70 نفری در اطرافش هستن، روزها هر روز آب گوشته، شبها ماست با کشمش یا انگور. و اصولا آدم مادی و پیه بسیارا هیچ نیست. اینا را آدم خوبه از طرف بدونه که نقاط قدرتش هم اینا هست. مرتازه. اصلا یه آدمش که یه حالتی داره که مثلا هیچ وقت بدی کسی، غیبت کسی، این چیزا رو نمی‌کنه. خب اگر اجازه بفرمایید، بررسی که قبل از نهار بود، بررسی که موضوع خمینی بود، که از اون به اصطلاح بحث‌ها نتیجه گرفته شود که بالاخره برای ایشان همونطور در گذشته طرحی بود، احتیاج به یک طرحی هست که به اصطلاح در صورت کسب اطلاع با دست پاچکی یا اینکه با بدون طرح عملی انجام نشود که مورد به اصطلاح خواسته دولت نباشد. نظرش باید دولت این است که با یک نحوی بشود، اون وقت خدا نکرده به یک صورت دیگری بشود که نتایج بسیار نامطلوب چه از خارجی از در خارجی چه از در داخلی بشود. این مستلزم بررسی قبلی البته به کلی سری بررسی میشود و این هم کنار گذاشته بشود، مسئولین هم تشکیل شده میدانند و اون رو به همون صورتی که به اصطلاح تدبیر و سیاست دولتی عمل میکنه. با قید این که بنده عرض میکنم، گمان نمی کنم که آقای خمینی حالا ها بیاد، این یه پرانتزیست ما به نیست. نه حاضا متناسب با کارهایی که او میکنه ما باید اکسال عمل هامون حساب بکنیم که اون چه روشی داره که با چه اکسال عملی در مقابل روش های مختلف و شقوق مختلف عملیات او داشته باشه. اگر که آمد و جمهوری اسلامی چیز کرد، همون روشی که ما با این آقایون داشتیم با همون خواهیم داشت، منهای این که شاید صلاح نباشه او رو توقیف کنیم چون ضرری زیادتر از نفعش. ولی اون افراد دیگری که از طرف بود قبول سمت بکنن یا آمادگی داشته باشن، اونها رو با در هر صورت چه اینجا باشه چه اینجا نباشه توقیف کنیم و داد به داد کنیم. من الان در دادرسی ارتش بر همزدن اصول مشروطه که در بسلاح دادگاه دادگاه نظامی فعلا خب بجرد که این از من پرسیدم برای این بود که ممکن بود دادگستری یه قاضی های پیدا بشه که این کار نکنن، یه تبرئهشون بکنن. ممکنه که تبرئه بکنن در تمام این مدت هر کس رو گرفتن بردن اونا مرخص کردن، گرفتاری ما همینه یا اصلا خودشون مرکز اعتصاب بوده، خودشون یعنی خود قضات در تمام دو طبقه اصطلاح یا سه طبقه مهمترین و شدیدترین صدمه ها را به مملکت زده. اول روزنامه ها بوده، بعد قضات و معلمین. عجیب است وقتی صحبت از حفاظت خمینی می شود که مبادا به او سوء قصدی بشود در داخل کشور، دکتر شاپور بختیار دوبار نام اسرائیل را میبرند. اسرائیل. خب پس این رو داشتم میگفتم که یه طرحی تهیه میشود به این منظور که ایشون وقتی وارد شد به منظور حفاظت این که به ایشون آسیبی نرسد، خود حفاظت بشه دیگه. بله. اگه حفاظت نشود خدا نکرده ممکن است طریق یه اشخاص دیگری یه کاری بکنن. هستند. که این وقت برخلاف سیاست دولت بشود. سال 57، حدود یک هفته پیش از ورود آیت الله خمینی به ایران،
نشست مهم دیگری با شرکت دکتر شاپور بختیار، ارتشبد عباس قره‌باغی، سپهبد ناصر مقدم، سپهبد مهدی رحیمی در دفتر نخست وزیری برگزار شده که حاوی نکات قابل تأمل است. متاسفانه نوار اون جلسه آسیب دیده و به سختی قابل شنیدن است. صحبت ها در آغاز پیرامون آمدن و نیامدن آیت الله خمینی است، یک هفته پیش از ورود ایشان. و دکتر شاپور بختیار هنوز بر این باور است که وی نخواهد آمد. به نظر می رسد بهشتی که بختیار می گوید در تماس با اوست. همچنین قرصداده موفق شدن طرف مقابل را به اشتباه بیندازن، گیج کنن و خود را عمدن به بی اطلاعی می زنن. گویا قرصداده گفته بود آیت الله نمی آیند. بختیار میگوید با بهشتی هم تلفنی صحبت میکردیم. وی از من پرسید شما در این مورد خبری ندارید آقای بختیار؟ ارتشبد قره‌باغی اشاره میکند که آقا ممکن است اینها همه نوعی ترفند باشد، نوعی ترفند برای فریب ما. در اون نشست ضمن اشاره به نامه‌های سری و به کلی سری دولتی که دست مردم افتاده است و این دیدگاه که چه بسا مخالفین در مراکز دولتی نفوذ داشتند، پیرامون این موضوع هم بحث می‌شود که در این مملکت یک وزیر برای استخدام یک منشی یا یک مسئول دفتر باید از ساواک استعلام کند. دکتر شاپور بختیار از بازدید هوایی خودش توسط هلیکوپتر، از تظاهرات خیابانی طرفداران سلطنت در بهارستان صحبت می کند و به نقل از نشریات فرانسوی طرفداران شاه را اکثریت خاموش می خواند. وی در پایان تصریح می کند که جای نگرانی نیست، خمینی نخواهد آمد و مطمئن باشید مردم هم به فرودگاه نخواهند رفت. روز جمعه صبح دو سه نفر از دوستان منابدن اینجا که یکی دوستشون هم با ارتباط مستقیم با مهندس بازرگان بود در اون عمارت خانه نخست وزیر. مذاکرات خیلی فشرده و طولانی داشتیم. شد روی یه فکری که به سر خود من زده بود و رفتن خودم به پاریس بود و رفتن خودم هم به پاریس به عنوان یه ایرانی که با یه ایرانی دیگه فقط میخواد صحبت بکنه و هیچ قرار و مدار و هیچ تعهدی نه اوشون نسبت به بنده و نه بنده نسبت به اوشون نکرد. ولی خب تبادل نظر داشته باشه. این مدی بود که به خط یکی از اون دوستان ایشون نوشته شده. من به عنوان یک ایرانی وطن دوست که خود را جزء کوچکی از این نهضت و قیام عظیم ملی اسلامی میدانم و اعتقاد صادقانه دارم، حالا تمام اینا سه چهار دفعه رفته پاریس و برگشته لغت داشت که به رهبری و زعامت حضرت آیت الله و امام خمینی و رأیشان میتواند راه گشای مشکلات امروزی ما و ضامن ثبات و امنیت کشور گردد، تصمیم گرفتم که ظرف 48 ساعت آینده شخصا به پاریس مسافرت کرده و به زیارت معظم الله نائل آیم و با گزارشی از اوضاع خاص کشور و اقدامات خود ضمن کسب فیض درباره آینده کشور کسب نظر و کسب تعلیم نظر دارم. این چیزی بود که متن آخری بود که بنده برای بازرگان و بهشتی خوندم. ایشون هم با آقای خمینی خوندم و آقای خمینی هم موافقت کرد روی این متن. یعنی اینجا یه ایرانی میره یه ایرانی میره، نه بنده استفاده میدم از یه چیزی، نه اوشون چی دارد. خلاصه اون چه که مسلمه دلائلی که میگوین یه دی از اطرافیان ایشون گفتن نه اگر شما یه همچی زمین
رایشون یکی زده و گفته اگه شما این کار بکنید دکتر بختیار را به رسمیت شناخته، به دولتش را به رسمیت شناخته، بویی که ظاهراً این عنوان ایرانی آمده شما را ببینه، ولی این ایرانی ایرانی عادی که نیست، ایرانیش که این سمتی داره و اون سمتش هم این سمت رئیس دفتر نمیدارم خانم وزارتخانه نیست. از این جهت در اون را زده کسی که این آقود پیش من اصرار داشت که اون تعلیق آمدنش را هم رادیو بگه و اون تعلیق را با این رادیو تلویزیون در حدود ساعت 9:10 و همین متن را با اون متن با خیال راحت خوابیدیم، گفتیم خب فردا میریم و پاسپورت اونم آقای میشکل درسکی برامون درست کردن و فرانکایی که لازم داشتم مقدار خریدم و گذاشتم توی کشو و میز و صبح که بلند شدم دیدم که نه رأیشون را زدند و بنده اونجا نیم. ما در این مرحله چیزی نباختیم، حسن نیت خود را نشون دادیم، آمادگی خود را نشون دادیم و وقتی من به مهندس بازرگان گفتم چگونه شده خیلی ناراحت بود، به آقای بهشتی گفتم چگونه شده ایشون بدتر، چون اون این متن را نصفش را تغییر داده بود. حالا از کجا به کجا رسیده؟ شبی که فهمیدیم ایشان میاد اون تصمیم شورای سازندگی که من به ایشان اخطار میکنم اگر بخواهند بر خلاف دولت عملی انجام بدهند هیچ صورتی ما با این موضوع کنار نخواهیم آمد. و به علاوه اینجاست که مسئله قدی بغرنج میشه، اگه ایشون یه ایده را بفرسته و مأمور بکنه که وزارتخانه ها سازمان ها اینها رو بخوان بگیرن، ما در مقابل این موضوع باید ایستادگی بکنیم که البته خواهیم کرد. بند شخصا معتقدم که بایستی که حتی المفروض را دار سعی بکنه نزد، اگر زد باید محکم بزنه و فوری بزنه و به حالت یک کودتای تکنیک بزنه. بایستی که افرادی را که سلسله جنبان این جریانات هستن اگه 300 تا 400 تا هستن شب ساعت 2:30 بعد از شب دستگیر کرد. ما الان در حد این که یک مرتبه در یه شب 2300 نفر بگیریم نیست. مشکل دستگیری در زمان ما جناب نخست‌وزیر هر جا دادن بله در تصمیم، حتی آقای مهندس بازرگان شب تو خونش نیم از سالم‌ترین افراد آقای مهندس بازرگان. نه سنجابی هم نمیخوام باش کنی تحت نظر نمیتونید از حالا بگیرید که این افراد کیا هستن؟ ما نمیدونیم کیا هستن. برای وزارتخانه ها یکی هستن که حال خالی کردن جا به خودش یک نوع ضعف و به اصطلاح خالی کردن دیگه، اینجا خوب رفتی خالی گذاشتی که بنده برم بشن تو دیگه. نه وزیر چه خیلی، اگر که وزیر او آدمی میفرسته که جای این وزیر باشه، اگه این وزیر خودش اونجا باشه ما میتوانیم حفظش بکنیم، اینو تمام فرضیات هم بوده بودن با یک تعداد جمعیت میفرسته 2000 تا 600 تا 2000 تا 3000 تا ممکنه این شخص رو همراهی بکنم و بیارم. خب اون وقت تانک جلوی این وزارتخانه باید باشه و نباید بگذاره که چط بره باره اونجا قیمت شور پرداخت کرد. یه صحبت بود و نبود، صحبت این نیست که انسان مماشات بکنید کنید میشه من این دستور رو بکنم، ولی اونجا که اینا خواستن برن به دولت را ساقل بکنن این وقت گره بید. برای اینکه اگر دو تا وزارتخانه شما سقوط کرد تمام سقوط کرد، اگر دو شعبه بانک سقوط کرد تمام بانک سقوط کرد، این باید از همون اول که دوشی گرفت. و شاید اگر که 50 نفر در یه وزارتخانه کشته شدن احتمال این هست که به وزارتخانه دیگه تهاجم اینطوری نشه.
طلابه رو هست رو فرمایید اگر والا بنده رو زاد کنم تحتیل و تمام شنم دو وقتی بسید سرم کنم همه شنم سرم شد گفت دادن جون کتا شنو بابونه پوشیدن و افتادن جون که از اسمانه ها بچه چارزه بابا کنید یعنی در این به اسمانه هست همه وزارتون میدونن که این نصابا که هست میدونن رو حال کتاشون رو آنه پوشیدن رو دارم همین از ما بهترون از ما بهترون زنده بابا زنده بارد هم اینست که بنده هیپوتز برخورد رو با اجازتون فعلا کنار بذارم و روی هیپوتز نبودن برخورد بیشتر کنیم چه چاره بیان بشیم که برخورد باشه برخورد وقتی شد که دیگه کار تموم خب مردم به خون نیست و همین مورد دست جنابالی و ارتش و ما معلوم سیگزه چی میشن پس اگر اجازه فرمونیم ما روی هیپوتز عدم برخورد یعنی گذشتن از هم اینجوری هر چی فکر داریم بکنیم افسار طوری گسیخته شده در این ادارات که واقعا جلوشو با این حرفا نمیشه که حقوق نمیدم یا اخراجت میکنم اینا اصلا باش مطرح نیست اینا که اونجا نشستن چون فکر میکنن اینه سرمان رو خدمت دار میکنم چون من نبز اینا دستم چون فکر میکنن که باد توی بادگونه اونه و آینده مال اونه و ما اگر حرکتی میکنیم این حرکت فی حد ذاته یه لحظه است بین رو یک رشته لحظات اینست که اینها واقعا الان کشیده میشن مجذوب نیستن ها مرعوب طرف کشیده میشن اینست که بنده از وزارتخونه خودم واقعا نتونم ندارم که اگر چهار نفر بیان تو بگن که هاش رو مثلا شما کنید کارمندان هم بزنن طرف من مخازی بروه هم فایده نداره که نداره این چی؟ این اصلا این چی میشه؟ من بگم بنده اینجا وزیرم نشستم این ده نفر آقام با من هم نخیر این پنجا نفر آقام با من هم خب ما دست بیخی میشیم کارش نیم من دست بیخو میشم اون دست بیخو من میشه سربازم میاد به کمک من چهار تا نارجهن بازم میاد به کمک اون و این محیط یه محیط انفجاری میشه و ما نمیدونیم اون وقت دیگه واقعا چیکار باید بکنیم اینست که این وضع رو نباید پیش بینی کرد به نظر وضع پیش بینی کنیم که چیکار کنیم این اتفاق نیفته بنده به شخص حضورتون عرض کردم در آن جلسه نمون که با شما هستم ولی من خاطر خود شما این عرض کنم در اون مصاحبت رو فرمود که یه لحظه هست کنم بعد بگه نه ولی وقت یادم میسنجه تمام اطراف رو جواب بده و ببینه کشته ها خواهد بود خون ها خواهد بود نتیجه هم ازش معلوم نیست چی خواهد شد یه لحظه هم میرسی که آدم باید بگه بله یعنی شما همون هم نظر مال بودتون که مال مملکت کنید و مملکت مال سیاست امریکا الان تمام آبش رو میریزه روی آسیای خمینی برای اینکه فکر میکنه به جای یک کوردون سنتر که از یه رژیم های قوی درست کرده بودن وقتی مثل مرحوم رضا شاه مثل آتاتورک مثل پیلسوفسکی دور اتحاد شوروی حالا این اتحاد شوروی با این رژیم ها دیگه نمیشه باید یه چیزی ضد کمونیستی رو برده اونم اسلامه من اگر میدونستم که امریکا واقعا تکلیفش چیه شاید دمه نمیزنم ولی من از رو اطراف جوانه بینم اینجوریه و کی جناب آقای دکتر شاپور وقتی ها به جناب آقایی تعهد داده که نخوشن شما رو بگیم و ماها رو باشون این هیچی در دنیا سینیکتر از سیاست یک قدرت بزرگ نیست هیچی وقیقتر از سیاست قدرت بزرگ نیست ولی است که ما در حال حاضر با چه اطمینان خاطری بریم 10,000-15,000 بار بکشیم که چی بشیم که فردا بپوشنمون این صحنه رو میخوام بسازن که بعد ما رو وارونه میکنن
بنده نمیدونم و عقل ناقص بنده بازم برز میتونم ایپوتز عدم مواجهه رو باید هر چی ممکنه درش کنکاش کرد و یه چیزی پیدا کرد، ولی که مواجهه هیچی نیست جز فاجعه و فاجعه عظیم و این سیل لجنی که ناقا بلند کرده اینو با این آتیشون نمیشه خورد، با این فوتا نمیشه خورد. پس ما سازمون رو روی سیم مواجهه کوک نکنیم بهتر، ما سازمون رو روی سیم عدم مواجهه کنیم، برای اینکه این موج رو اگر ما از زیرش رد چیم سردر بریم بهتر اتفاق بیاد بخوره به ما و هرچی از اونیست از این ببره، چون قدرت عجیب دستشه بدبختانه این بنده با دست کنه و این قدرت عجیب معلوم برای بنده نیست که تا چه اندازه ریشه هاش آب میخوره در به اصطلاح شاه های عمیق‌تر. یعنی بنده اینطور استنباط کنم که جناب پندرسکی میفرماید که کار سیاسی است و براش باید یک راه حل سیاسی پیدا شود و بعدم واقعا موافق هستم که یعنی تمام تلاش ما باید این باشد که یک راه کار سیاسی پیدا بشه و مسائل از راه مسالمت هر بشه. خب بنده اون مسئله که چطور پرش دار عرض کردن راجبه وزارتخانه ها زنده قوی بگیریم که وزیر رفت تو اداره نشست، معاونینش هم رفتن و کارمندان رفتن تو، اون وقت ادهی هم خواستن به اون طرف وزیر منتخب آقا مثلا اصلا ما بیان در داخل خود وزارتخانه این نگرانی هستش که خودم کارمندو بریزن وزیر رو همین عرض سرزنیست کنن، ما دم در شروع کنیم اونایی که دارن میان اینا هم از داخل شروع کنن داخلی به امروز متاسفانه میخوام براشون بریتون قربون به من وقتی گزارش دادن که وزارت اطلاعات رو دارن میخوان آتش بزنن حمله کردن بهش، مثلا گزارش این بود که خود کارمندای وزارت اطلاعات کمک کردن وسایل ارده پایین برای آتش دادن مادر تو خیامون آتش بزنن. بنده خدمت نرد اگر 20,000 نفر هم کشته بشه این آقا از خر شیطون به این ترتیب پایین نمیاد و دستگاه های دولت همینجور قسبه بلج باقی میاد، هیچ برای اونم اهمیت نداره این اینجوری بشه یا جور دیگه بشه. این مردم بدبخت بیچاره هستن که بالاخره این همه رنج میدن و هیچ کاری هم از پیش نمیاد. این آدم باید یه موافقتی ولی زمینی به این دولت نشون بده، اگر نشون نده این دولت هر دولتی دیگه هیچ فرق نمی کنه هر کس به اون هم چی کنه، برای اینکه این یه قدرتی در دست داره که این قدرت با قدرت‌های دیگه قابل مقایسه نیست. بله ولی شما الان چیز ساعتی 3:15 که بیشتی 3:15 آقای رشیدی شما الان 3:10 است 3:15 بله 3:15 بی بی سی صحبت میکنه، شما به دستگاه چی به زبان فارسی بگیرید ببینید که موضوعش میگه چه میگه. مرسی مرحبا از کنم که شما میگه که متصدی ایر فرانس در اینجا اسمش هم فرانسه گویا اسمش به من میگه که امشب آقای خمینی ساعت 1 بعد از نصف شب میگه تیاره ایر فرانس گرفته البته که ما کنفیرمیشن نداریم اما شاید ببانیم همینطوری تلفن کرد که ساعت 9 صبح فردا میاد. ارتش بود قره‌باغی عنوان می کند
باید ترتیبی بدهیم که از میدان شهیاد به بالا، یعنی به طرف فرودگاه، کسی وجود نداشته باشد. بختیار میگوید آقا فرودگاه که خیلی اون طرف تر است، حالا چه اشکالی دارد؟ قره‌باغی پاسخ میدهد اونجا خرابکاری میشود، اونجا هلیکوپتر سازی هست. و ادامه میدهد در فرودگاه مهرآباد، در فرودگاه هم فقط حدود 50 نفر از طرفداران خمینی میتوانند بیاین، البته با کارت و اسم و مشخصات. مخبرین رادیو تلویزیون و خبرنگارها نیز باید خیلی محدود، خیلی محدود و مشخص باشد. دکتر بختیار پیشنهاد میکند که تیمسار مقدم به مهندس بازرگان و آیت الله بهشتی تلفن کند و بپرسد حفاظت آیت الله با خود اونهاست، با کمیته استقبال که تشکیل دادند، یا با حکومت. قره‌باغی میگه آیا واقعا اجازه داده شود اینها بیاین در فرودگاه مهرآباد و برون در ساختمان؟ اینجوری که حفظ نظم میشود میکس مرکب و اصلا مسئولیت لوس میشود. سپهبد رحیمی میگه به نظر بنده فرودگاه رو تا اول میدان شهیار قوای انتظامی در اختیار بگیرن. دکتر شاپور بختیار با تلفن حرف میزند. بعد از پایان مکالمه میگوید من تعجب میکنم یک همچین چیزی را، یعنی اومدن خمینی را، من تعجب میکنم یک همچین چیزی را بی بی سی نداند و نگوید. میر فندرسکی جواب میدهد بی بی سی گفته خیلی ها برای استقبال از شهرهای دور، از شهرهای دیگه اومدن تهران و اونا زیاد نمیتونن در پایتخت بمونن. دکتر شاپور بختیار میگویند خداوند چقدر موجود خلق میکند، عجیب و غریب، چه موجوداتی. خب مثل اینکه آیت الله به ایران میآید، هم همه میشود و صداها دقیق به گوش نمیرسد که درباره چی صحبت میکنند. قره‌باغی خیلی جالب است، خیلی جالب است در یک عملیات جنگی به جای کارهای اساسی ما باید بنشینیم و جنگ اعصاب کنیم با هم. بختیار میگوید ما این موضوع را، آمدن خمینی را، ما این موضوع را باید با سیاست کژدار و مریض رفع کنیم، ولی یک وقتی ایشان اون حالت اعلان جمهوری و اینها دارد و رسما اعلام شود که جمهوری اسلامی به ریاست آقای ایکس به نخست وزیری ایگرگ و عضویت فلان کس، اون وقت است که ما به حالت جنگی در می آییم با اونها. قره‌باغی نکته ای را می گوید ولی شرح نمی دهد. می گوید لازم شد شب یک نفر را بزنند و بگیرند دیگه، اون همه گرفتاری می شه. بختیار می گه بعد از اون که او اعلام کند که آمد اینجا و اعلام کرد که چنین و چنان است، ولو قره‌باغی میگه ضمناً اگر اون زیرها اشخاص ماجراجو و مجاهدین و فلان هستند، خواهم فهمید که ما یک جاهایی هستیم، ایستادیم و اوضاع را رها نکردیم که بگر آهان امروز بهترین روز است دیگه. لازم شد شب یک نفر را بزنند و بگیرن. قره‌باغی ادامه میده این اواخر هواپیماهایی به کشور اومده تمامش پر از جوان و حالا هم مثل این که میآیند و ظرف این چند روز خواهند آمد از این جوانهای مخصوص. میر فندرسکی میگه اینا تمام کنفدراسیونی هستن. قره‌باغی جواب میده نه نه، تنها اونا نیستن، بازم مثل این که یه خورده بالاتر چریک و مجاهد، چه کار میشود کرد؟ دکتر شاپور بختیار جواب میدن خب اینها رو اجازه ندید بنشینن، از در تیار برشون گردونیم برند. قره‌باغی آقا چه کسی این کار رو بکنه؟ دیگه کسی نیست، همه جا اعتصابه. تیمسار مقدم میگه این موضوع کهنه است، در حدود 2 ماه هست که شروع کردند و اومدن. حالا بیایم و یک برآورد ضعیف کنیم، یک برآورد ضعیف هم بفرمایید که احتمالاً اگر یک حادثه غیر مترقبی مثل تیراندازی به سمت آیت الله شد از طرف فلسطینی ها یا کمونیست ها، اون وقت چه حوادثی به دنبال خواهد داشت؟ بختیار ببینین اگه ما حفاظت رو تضمین بکنیم با ماست دیگه، با ماست که جلوگیری کنیم، اگه تضمین نمی کنیم به ما ربطی نداره.
مقدم. حالا اگر شد بختیار، شد که شد، نکنه تیمسار خبرهایی دارن. مقدم میگه اون وقت اگر چنین اتفاقی افتاد، شورشی که در جمعیت به وجود میآید را ما باید برآورد کنیم که برنامه برای مقابله با جمعیت خشمگین اونجا داشته باشیم. دکتر شاپور بختیار میفرمایند قوای انتظامی متمرکز پشت دیوار هستند، اگر یک چنین حالتی پیش آمد از پشت دیوار بیرون میآیند. میر فندرسکی میگوید بنده فکر نمی کنم اصلا کسی کاری داشته باشه به ایشون، کسی کاری نخواهد کرد، همه مجذوب و مفتون آیت الله هستند. کمونیست ها الان چیزشون نیست، الان به او احتیاج دارن. آقای بختیار جواب می دهند البته بعد فردا خودشون، کمونیست ها فردا خودشون عمامش را گردنش می دازن. این وسط یکی از فرماندهان ارتش خبر سوء قصد به رئیس شهربانی کرمان سرهنگ رضا معتمدی را می‌دهد و اینکه به او و همراهانش 4 گلوله زدند، به رگبارش بستند. بختیار با اشاره به قتل فجیع سرگرد محمود سخایی که در پیامد کودتای 28 مرداد سال 32 گروهی چاقوکش و قداربند به جانش افتادن، میکوشد ترور رئیس شهربانی کرمان را در سال 57 با اون واقعه این همانی کند. در نشست مزبور سپهبد مهدی رحیمی صورت جلسه امنیتی برای حفاظت از فرودگاه مهرآباد بعد از ورود خمینی را که حاوی نکات ظریفی است قرائت میکند. بختیار میگوید به جز خود آیت الله و خانم بچه ها، این اصطلاح ایشونه، به جز خود آیت الله و خانم بچه ها یعنی همسر و فرزندان ایشان، بقیه مسافرین و همراهان میبایست مثل مسافرین معمولی پاسپورت و چمدون هاشون دقیق چک بشه. پچ پچ میفته و چند نفر میگن آقا این کار خیلی طول میکشه، تازه اگه گمرک کمک کنه. رحیمی میگه گمرک در اعتصابه و حتما ما با مشکل روبرو میشیم. دکتر شاپور بختیار میگوین برای حل و فصل این مسئله با هاشم سباقیان تماس میگیریم. صحبت از امیر انتظام هم میشود و ایشان از امیر انتظام تعریف میکند. در اون جلسه پیرامون انتقال آیت الله خمینی به بهشت زهرا با هلیکوپتر که توافق شده بوده با کمیته استقبال با طرفداران آیت الله خمینی بحث میشه. پیرامون انتقال آیت الله خمینی به بهشت زهرا با هلیکوپتر و اینکه ممکن است شریکای فلسطینی به اسم خبرنگار همراه آیت الله وارد کشور شوند، ما باید خیلی مواظب باشیم. بختیار میگوید شما بدانید که اگر خمینی وارد کشور شود هیچ کس به حرف او گوش نخواهد داد. تکرار میکند اگر خمینی وارد کشور شود هیچ کس به حرف او گوش نخواهد داد. او به جمع اطمینان میدهد که خمینی در بهشت زهرا صحبت خاصی علیه دولت نخواهد کرد. بازرگان و بهشتی هم به وی فهماندن که بهتر است ابتدا ایشان وارد کشور بشود، اوضاع را بسنجد تا بعد. یکی از فرماندهان میگوید آقا صبر کنید، تشریفات ورود
پدر ایشان را در خواهد آورد. در آن نشست قرار را بر این می‌گذارند بعد از کلی بحث که اجتماعات مردم دو سه روز آزاد باشد، حکومت نظامی نباشد. بختیار در عین حال سفارش شهرستان‌ها را به فرماندهان می‌کند که به طور خاص مواظب اصفهان، شیراز، مشهد و بوشهر باشند مبادا دست طرفداران خمینی بیفتد. بعد میگه یزد اگرچه ایزوله است اما ما باید خیلی مواظب یزد باشیم. اگه این صدوقی لعنتی، آیت الله صدوقی رو میگه، اگه این صدوقی لعنتی اونجا باشه کار ما خیلی دشواره. در اون جلسه پیرامون حفاظت از شخص خمینی هم سوال میشه و بختیار میگه چنانچه خودشون خواستن فرماندهی نظامی یکی دو نفر را تعیین کند و حفاظت از ایشان را به عهده بگیرد. میر فندرسکی میگوید آقا احتیاج نیست، هزاران نفر آمادن از ایشون حفاظت کنن. دکتر شاپور بختیار در مورد هواداران قانون اساسی هم صحبت میکند و اینکه مبادا چماق به دستان کاری کنن که اوضاع بد و بدتر میشود. ارتش بود قرباقی براق شده میگه آقای بختیار من دفعه پیشم که این موضوع مطرح شد خیلی ناراحت شدم. ما در ارتش چنین چیزی نداریم. الان هم نمایندگان قوا همینجا حضور دارن. نیروی هوایی، نیروی زمینی، ژاندارمری و بقیه. ما در ارتش چنین چیزی نداریم. منظور چیه؟ بختیار سعی میکنه موضوع رو زیاد کش نده و حرف رو عوض میکنه و یه جمله عجیبی میگه. میگه بالاخره آیت الله طرفداران اندکی دارد. یک از حضار میگه طرفداران اندک؟ آقا در وزارتخانه ها حتی ساواکی ها هم کتاشون رو وارونه پوشیدن. ده بودو جلو. نام عالی خانی و فرخ ساک هم به عنوان ساواکی مطرح می شود. معلوم نیست فرد دوم اشاره به کیست. پیچ پیچ می افتد. یک نفر می پرسد آقا شما پرونده اونها رو دیدین واقعا؟ همون شخص کریس میگه پرونده؟ اونا خودشون پرونده مجسم هستن آقا. هم همه می شود و کسی میگه عالی خانی واقعا ساواکیست؟ در اون نشست از فردی به نام انصاری که بازپرس شاهنشاهی هم صحبت می شود که گویا باید به پرونده کسانی که در باغشاه و جمشیدی زندانی شدن رسیدگی کند. اسم امیرعباس هویدا که از پیش از شهریور 57 در بازداشت بود هم به میان می آید. در اون جلسه خبر می رسد که شهر نو در آتش دارد می سوزد و گفته می شود آیت الله طالقانی علیه این موضوع اطلاعیه صادر کرده است که این کارها را نکنید. خانم ها و آقایان محترم، خواهران و برادران عزیز، یک نکته در مورد کسانی که سال 57 در گرما گرم انقلاب این نشست ها را پیش می بردند. با کمال ادب و فروتنی بگویم که من به دنبال تأیید عمومی برای طرز تفکر خیش نبوده و نیستم و اون چرا می خواهم بگویم برای دردمندان است، برای فرهنگ ورزان و دانشوران. به کار کسانی نمی آید که خود کاری نمی کنند اما از این که دیگری کاری کند ناراحت می شوند. کسانی که به قول با یزید بسطامی طبعشون به جهل مایل تر است از رنج به علم. و اما اون نکته، از نگاه من دکتر شاپور بختیار، احمد میر فندرسکی، عباس قرباغی، مهدی رحیمی
احمد علی محققی، امیر حسین ربیعی و حتی ناصر مقدم و دیگرانی که نتوانستم صدایشون را در نوار گفتگوها تشخیص دهم، دشمن مردم نبودند. میهن خودشون را دوست داشتند. نگاه و دیدگاهشون متفاوت بود، اما ایران را دوست داشتند. میتوان به فرض اون چرا ناصر مقدم، آخرین رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور، در نشست‌های مزبور در مورد ساواک گفت و در فرصتی دیگر منتشر میکنم، به چالش کشید، نقد کرد، اما او هم ایران را دوست داشت. پیشرفت و سعادت میهنش را میخواست. خواهران و برادران عزیز، نوع من در دو نظام مستبد کنونی و گذشته حبس کشیده، شکنجه شده، رنج بسیار دیده ایم. دوری از ایران، خاک پاک ایزدی نیز به من تحمیل شد. پدر و مادرم که سالیان دراز از این زندان به اون زندان می آمدند، هر دو سر بر خاک نهادند و من حتی نتوانستم سر مزارشون بروم. اما کسانی را که شکنجه ام کردن نیز بخشیدم. ما همه قربانی ستم بودیم، همه، چه اونها که ستم کردند و چه اونها که ستم دیدند. اکنون نه اعلی حضرت همایونی زنده است، نه آیت الله خمینی، نه دکتر شاپور بختیار و نه آقایان میر فندرسکی، عباس قرباغی، مهدی رحیمی، احمد علی محققی، امیر حسین ربیعی و ناصر مقدم. همه سر بر خاک نهادند و رفتند. روزگار من و شما نیز هر دو به آخر خواهد رسید. ما تدری نفسون به ای ارزن تموت و ما تدری نفسون مازا تکسب و قدا. هیچ کس نمی داند کی و کجا خواهد افتاد و فردا چه خواهد کرد. راست می گوید سعدی، حسن تو دایم بدین قرار نماند. حسن تو دایم بدین قرار نماند، مست تو جاوید در خمار نماند. ای گل خندان نوشکفته، نگهدار خاطر بلبل که نوبهار نماند. عاقبت از ما غبار ماند، زنهار تازه تو بر خاطری غبار نماند. Thank you.